سوری قمر آیه 52 و 53 الله تعالی میگه و کل شیء فعلوه فی الزبر، هر آنچه را که انسان ها انجام میدن در زبر هست. زبر جمع زبور، زبور یعنی کتابی که نوشته شود. کتاب زبور را هم که زبور میگن چون یک کتابی است که چی شده نوشته شده. اینجا هم پس و کل شیء فعلوه فی الزبر، هر کاری را که انسان ها انجام دادن در نامه هایی نوشته است. در کدام نامه ها؟ هم نامه های ملائکه و هم در کجا؟ در لوح محفوظ. و کل صغیر و کبیر مستطر، هر کوچک و بزرگی در آنجا سطر نویسی شده. سطر این خط، خط نویسی شده، همه ثبت شده، نوشته شده که چه کسی چه کاری انجام داده. دوستی های همه یعنی پیش الله متعال ثبت است. هیچ کدام ما با شما بی دوستیه نیستیم. حالا چی دوستی خوب باشه چی دوستی بد باشه، اما خلاصه نتیجه تمام اعمال زندگی ما در اونجا ثبت است. و همچنین به علاوه این که خود الله متعال حفیظ هست، باز ملائکه فرستاده که حافظ ما و شماست. حافظ یعنی چی؟ یعنی اعمال ما و شما رو حفظ میکنه، ثبت میکنه، نوشته میکنه. چنانچه میخوانیم این کل نفس لما علیها حافظ، سوره طارق و السماء والطارق آیه چندم؟ چهارم. این کل نفس، هیچ نفسی نیست الا لما علیها حافظ، مگر اینکه بر آن یک حافظی هست، نگهبانی هست که چی میکنه؟ تمام اعمال او حفظ میکنه و ثبت میکنه. و همچنین در سوره انفطار اذا السماء انفطرت آیه 10 تا 12 میخوانیم و ان علیکم لحافظین، بازم چی اومد؟ حافظ. البته این نسبت به ملائکه و این ملائکه هم در خدمت الله متعال و همانا بر شما حفظ کنندگان است، کراما کاتبین، مکرم هستند و نویسنده هستند. ببینید بعضی فکر میکنن که اسم این ملائکه کراما کاتبینه، نه اسم اینها نیست. کرامن کاتبین صفت این هاست، کاتبین یعنی نویسندگان، کرام یعنی بزرگوار، ملائکه بزرگوار و نویسنده اعمال نوشته میکنن. حالا اسم اینا چیه؟ ما نمیدانیم اسم اینا چیه. در قرآن کریم اونا چی گفته؟ ملائکه بزرگوار و چی؟ و نویسنده. کرامن بزرگوار، کریم، کریم شخص بزرگوار میگن. کاتبین نویسنده، یعلمون ما تفعلون، میدانن که شما چه کار انجام میدهید، همه کارهای شما را میدانن و ثبت میکنن.